آیا واقعا انتخابات آمریکا در روی سیاست مملکت ما تأثیر گذاره؟ دو تا مسئله در این سوال هموطنمون هست. یکی این که آیا سیاست های آمریکا در رابطه با کشور ما، در رابطه با مردم ما تأثیر گذاره؟ دومش اینه که ما که در آمریکا هستیم، که الان میگن نزدیک طبق آمارهایی که هست حدوداً بیش از 1.5 میلیون نفر ایرانی در آمریکا هستن، که بخش عمده اونها شهروند آمریکا هستن، میتونن رأی بدن، آیا ما به عنوان یک بلوک قدرت، گروه فشار میتونیم تأثیر بگذاریم، میتونیم خواستهای داشته باشیم؟ در مورد بخش اول که خب طبیعیه که آمریکا به عنوان تنها اول قدرت جهان، مهمترین قدرتمندترین کشور جهان، سیاستهایی که در رابطه با جمهوری اسلامی داره تأثیر داره، هم بر حکومت هم بر وضع مردم ما. نمونهش همین تحریمایی که بود و در پرونده هسته‌ای و قبل از اون، برای خود حکومت رابطه با آمریکا بسیار حیاتیه که آیا رابطه داشته باشه یا تشنج داشته باشه، تنش داشته باشه، همه اینا بسیار مهمه و تاثیرگذاره. اما در مورد بخش دوم، متاسفانه ما ایرانی ها به عنوان یک به اصطلاح کامیونیتی، یک جامعه ای که بتونیم از نظر سیاسی هم صدایی داشته باشیم، نظرات خاصی بگیم، نبوده. که دو دلیل داره. یکی که به طور کلی ما به اصطلاح از جوامعی هستیم با اینکه در کشورهای میزبانمون بسیار موفقیم، در مقایسه با بسیاری از دیگر گروه ها خیلی موفق هستیم، کار جمعی نمی کنیم به عنوان کامیونیتی. خیلی هم راحت ایرانی ها جذب میشن در جامعه میزبان که وارد میشن، خیلی راحت جذب میشن، ولی به طور کلی نشانه هایی که از هویت ایرانی و کار کامیونیتی ایران باشه در حد اون موفقیتی که در جامعه آمریکا دارن نیست، بسیار کمتره. در کار سیاسی هم که بسیار بسیار از این کمتره، پراکنده هستن، کار نمیکنن و دخالت نمیکنن. آیا موثر؟ 100% موثر. شما ببینید الان در کوبا که تعداد به اصطلاح آمریکایی‌های کوبایی هست که در فلوریدا هستن، سالیان ساله که بر انتخابات اینکه چه کسی اون ایالت رو برنده بشه تاثیر میذارن و میدونیم که ایالت فلوریدا چقدر در کل انتخابات آمریکا مهمه. مثلا اگه امسال آقای ترامپ ببازه در فلوریدا، کل انتخابات ریاست جمهوری رو باخته. بنابراین یه جمعیتی مثل به اصطلاح کوبایا چقدر میتونن تاثیر داشته باشن. ایرانی ها در کالیفرنیا زیاد هستن. کالیفرنیا به طور کلی چون دموکرات هستش همیشه زیاد تاثیر جدی نداره، ولی خب در مناطق دیگر آمریکا هستن، در واشنگتن زیاد هستن، در غرب آمریکا هستن، در کانادا خیلی زیاد هستن، میتونن تاثیر بذارن، میتونن در تماس با نمایندگان کنگره تاثیر جدی روی سیاست رو بذارن. متاسفانه بسیار ناچیز و حداقلیه، کار بسیار کمی انجام میشه. ببینید، یک نکته ای که برای من گاهی اوقات تاسف انگیزه که بسیاری از ایرانیان میگن ما اهل سیاست نیستیم. یک مشت انجمن درست میشه، این انجمن ها مهمترین شعارشون اینه که ما غیر سیاسی، غیر مذهبی هستیم، در صورتی که هم وجود مذهب هم وجود سیاست امروز من نوعی رو آواره کرده و اینجا در کنار شما داریم صحبت میکنیم. چطور ممکنه در زندگی ما ایرانی ها بتونیم ادعا بکنیم که نه سیاسی هستیم نه مذهبی هستیم؟ یعنی بی اعتنا باشیم به این دو نکته، بی اعتنا باشیم به آینده مملکتمون، بی اعتنا باشیم به اتفاقاتی که داره میفته در اطراف کشور ما و کاری رو که حکومت های غربی در مورد کشور ما انجام میدن. آیا وظیفه وسایل ارتباط جمعی این نیست که مردم رو آگاه بکنیم که بیشتر در مورد مملکت خودتون، در مورد سیاست، در مورد مسائل مهمی مثل اقتصادی و غیره، در مورد میهن عزیزتون بدونی؟ از کنم که خب این که اصلا درست نیستش که من سیاسی نیستم، به سیاست کاری ندارم. سیاست یعنی چی؟ ما صحبت از حزب سیاسی یا حرفه سیاسی که نمی کنیم که. سیاست همین که شما برید رأی بدید یعنی یک کار سیاسی کردید، کار اجتماعی کردید. سیاست به شما کار داره. ما اگر منظورمون رو در قسمت رابطه با جمهوری اسلامی بگیم، جمهوری اسلامی به همه چی همه کار داره.
به همه چی، به همه بخش های زندگی ایرانی ها در داخل و خارج کار داره. بنابراین ما اگر رومونو بکنیم اون طرف به روی خودمون نیاریم، اتفاقا اونایی که میگن خیلی هم کار دارن، خیلی هم دخالت میکنن، چون بیطرفی در این جور جوامع مثل ما اتفاقا طرف گرفتنه. ببینید شما وقتی که اولا میگی ما کاری نداریم آقا، ما مثلا سفره هفت سینمون رو میچینیم و چهارشنبه سوری هم رو آتشمون میپریم و سیزه بدر هم سبده رو گره میزنیم، شب یلدا هم برگزار میکنیم، بچه هامون هم فارسی یاد میدیم، باشه، هر وقت هم میشینیم از کوروش و داریوش صحبت میکنیم، باشه. بالاخره این حکومتی که، بالاخره این مملکتی که ما میگیم این کوروش و داریوش بوده به نام ایران، یه سرزمین مادری داره دیگه. خب یه مش آخوند اومدن این رو گرفتن دارن نابود میکنن. چطور میشه ما باید کوروش و داریوش که 2500 ساله بوده رو ارج بگذاریم، احترام بگذاریم که باید بگذاریم، بیام هفت‌سین بچینیم، همه اینا رو بکنیم، ولی اصل مطلب که تو ایران داره نابود میشه رو بکنیم اون وقت؟ اتفاقا چون بهای بها باید بدن. ببینید بهای حداقلش اینه که شما وقتی به خیلی از کارا دخالت بکنید در خارج، حتی ممکنه ایران رفتن دوچار دردسر بشه، چون میخوان این بها رو ندن، این بهانه رو میارن ما به سیاست کار نداریم. یعنی چی؟ اصلا بی‌معناترین چیز اینه. اصلا میهن پرستی، ایران دوستی در سفره هفت سین که نیست. من یه گزارشی تهیه کرده بودم، نوشتاری در مورد به اصطلاح مساجدی که مال جمهوری اسلامی تو خود آمریکاست، چون کلی داره نه نزدیک دو جین تو هم کالیفرنیا شما هم هستن. این بنیاد علوی که تو این سالها سالی چند میلیون دلار خرج میکنه، خب به اینا میداد دیگه، در هورستون، در میشیگان زیاده، در واشنگتن، مریلند، نیوجرسی، تو هم کالیفرنیا، آتلانتا، کلی دارن مراکز مذهبی دارن که تو همین هفته های اخیر سینه زنی و زنجیر زنی و تو خیابون و همه جا و ناخونی زیاد داشتن برای عاشورا و محرم. همه اینها نوروز رو برگزار میکنن، سفره هفت سین هم میچینن. خب اگه اینجوری باشه، آخه بالاخره یه فرق باید بین ما با اونا باشه دیگه. آخه وقتی ما دفاع وطن نداشته بشیم، بالاخره وطن گیر اینا افتاده، مام وطن اسیره، عده ای اومدن اینو گرفتن، دارن تمام اون چیزایی که ما به عنوان ایرانی میشناسیم، یعنی به عنوان فرهنگ، آب و هوای این ایران هم دارن به میبرن، چه بسه فرهنگ، همه چی دارن به میبرن. ما بچسبیم به هفت سین خالی، نه این واقعی نیست. چه از نظر انسانی، چه از نظر ایرانی، کسانی که حرف میزنن خودشون هم میدونن که میخوان هیچ بهایی ندن، میخوان راحت ایرانشون رو برن و بیان و امتیازاتشون هم داشته بشن، که اشکال نداره ایران رفتن اومدن ها، ولی بخوان هیچ بهایی ندن، میرن ایران هم ما امسال یه ماه، دو هفته، سه هفته میرن، چرکه هاشون رو میخورن، میان از گلایی که در اصفهانه و در شمال میرن یه تفریح میکنن، به اصطلاح فامیل میبینن و لذتی میبرن، میان به محضی هم که وارد اون فرودگاه میشن، روسری که سرشون میکنن، جمهوری اسلامی بهشون حالی میکنه که ببین همین الان که رسیدی اینجا زیر حاکمیت منی، متوجه باشه که زیر کنترل منی، مملکت مال منه، مال تو نیست. بیرون هم که میخواد بره، دم در که میخواد بره و هموطن، پاسپورتش رو مأمور پاسدار میگیره، مونیتور کامپیوتر هم اونجوری نگاه میکنه که اون هموطن تمام قلبش در حال ریختنه، که اگه عکس من اونجا ظاهر بشه، این پاسدار بگه آقا نخه شما تشریف برید اونجا، تکلیف من چیه؟ همین کارو باش میکنم تا یه سال بعدی که در آمریکاست حواسش باشه، بگه من به سیادت ها کاری ندارم، من سفره نظریم رو میندازم، هفت سینم هم میچینم. از ایرانی بودن ما همینه داریم. نه، ایرانی بودن همین نیست، متاسفانه، خوشبختانه و متاسفانه. بله، و اگر واقعا همین صبحی که از خواب بلند میشن 10 دقیقه وقت بگذارن به خبرها نگاه بکنن و ببینن که چه بلایی داره سر میهنشون میاد، شاید یک کمی تکان بخورن و فقط به این فکر نکنن که سفر به راحتی برن و احتمالاً وقتی که میرن به ایران فامیلشون رو ببینن و خوشحال باشن که چلو کبابی که میخورن همون چلو کبابی است که سالهای پیش میخوردن. خب آقای دایی عزیز، خبرهای جالبی از ایران میرسه. شاید مهمترین خبری که نظر همه رو جلب کرد در مورد این آقای سعید طوسی بود، کسی که قرآن خان و نفر اول
آقای خامنه ای، یعنی در مقابل آقای خامنه ای شخصی است که قرآن میخونه و قاری ویژه ایشانه و در برنامه هایی که در تلویزیون ها پخش شد و خود ما هم در این تلویزیون بارها پخش کردیم با اسناد و مدارک و شواهدی که وجود داشت، ایشان کسی است که به بچه ها تجاوز میکرده، یعنی در قوانین خود جمهوری اسلامی که البته من با هر اعدام مخالفم ولی ایشان باید به قتل برسن و همین الان هم با وجود اینکه ایشان با سر و صداهایی که شده تکذیب کردن و گفتن من بیگناهم، اما باز کسانی رو دارن که اعلام میکنن که این آقا این کارا رو انجام داده. در این مورد چه میفرمایید؟ بله، چند نکته هست، مسئله بسیار مهمی اتفاقا. ببینید، نکته اول اینه که این حکومت، ماهیت این حکومت، این حکومت پایه اجتماعی، اون پایگاه اصلی که اینو به اصطلاح حفظ میکنه سر قدرت، کیه تو ایران؟ کیا هستن؟ متحدین این حکومت، هواداران این حکومت در ایران چه بخشی از جامعه هستن؟ پاسدارا کیان؟ بسیجیا کیان؟ ببینید، بی اخلاق ترین و بی پرنسیب ترین آدم ها، اصلا هر آدمی رو یا هر حکومتی که میشه بادم بخواد بشناسه باید از همون پایه اجتماعیش بشناسه. مثلا میگم جمهوری اسلامی، بگیم توی منطقه متحدین جمهوری اسلامی تو منطقه کیا؟ ما اگه متحدین جمهوری اسلامی رو بشناسیم بعد میفهمیم که سیاستش تو منطقه چه سیاستی. مثلا بارها صحبت کردیم، اگه سیاست جمهوری اسلامی این بود که بر اساس منافع ملی بیاد مثلا با اونهایی که فرهنگشون به فرهنگ ایرانی نزدیکتر دوست بشه، میرفت تو آسیای مرکزی، میرفت با افغانستان، با کشورهای همزبان، با کشورهای همسایه دوست میشد بر اساس تبادل فرهنگی، تبادل اقتصادی. ولی پایه اصلی حکومت تو منطقه که براشون پول خرج میکنه کیان؟ حزب الله لبنان، فاطمیون افغانی، شیعیان عراقی که میلیشیای شیعه عراقی، حوثی‌های یمن، مثلا جهاد اسلامی فلسطین، متحدین یا پایگاه منطقه ایش اینا. بنابراین از این میتونه آدم بفهمه که سیاست منطقه ایش چیه. حالا تو ایران این پاسدار و بسیجی و اینا چه تیپ آدم هایی هست؟ شما نگاه بکنه و کدوم بخشی از جامعه رو اینا نمایندگی میکنن؟ لومپنترین آدم هان. ولی نکته مهمترش اینه، یعنی همین کسانی هست که در دهه 60 بهشون اجازه داده میشد که برن تجاوز میکردن به زندانی ها قبل از اعدام تو زندان ها. کلی تجاوز کردن، هیچ مسئولیتی هم نداره. ولی نکته مهمترش اینه که آقای کاردان عزیز، ببینید، خب دفعه اول لیستش کردیم، پرونده ها پیش اومده که به اصطلاح پرونده اخلاقی آقای بود که مدیر مدرسه بود که من درش دبیرستان بودم، مدیر مدرسه علوی به نام حسینی، میومد تو تلویزیون درس اخلاق میداد، معروف هم شده بود، ایشون نماینده اول مجلس هم شده بود تو مجلس شورای حکومت در دهه 60 و 70. این آقا معلم اخلاق بود. به علت اینکه پرونده اخلاقی پیدا کرد و حتی همسرش ترکش کرد، این رو بی سر صدا کنارش گذاشتن ولی مجازاتش نکرد. که میخوام مجازات بکنن که اینا کلی باید مجازات بشن. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه، یکی از هموطنان که از ایران دوستی دارم که خیلی با نکته بین و دقیق میگم، میگفتش که ما در مقایسه با گذشته، من شما حتما یادتونه آقای کاردان عزیز، اونایی که خیلی هم حتی ثروتمند بودن که به هیچ وجه دوره قبل از اینکه حکومت بیاد اینطوری نبود، اختلاف طبقاتی بودن، ثروتمندانی کار میکردن، صنعتگران بودن، کسانی بودن تاجر بودن، بعضشون هم بد نبود. الان این نوکیسه ها پر شدن دیگه در شهر. میگفتش که در قدیم هم اینطور نبود که این پولدارها تو چش مردم بکنن، خونه های مثل قصر بسازن، ماشین های عجیب و غریب بگیرن تو خیابون خودشون و بچه هاشون ویراج بدن صبح تا شب تو چش مردم، یعنی وقیح شدن. ببینید، یه بخشی از این آدم هایی که با حکومتن که به این پولا رسیدن، مداهانی که با مداهی روزخونی و در آوردن اشک مردم به پولهای میلیونی میرسن، اینها احساس مسئولیت میکنن. این توسی، این قاری که انقدر وقیح شده، نامم نوشته طلبکارم شده، این مسائل مثل این بسیار اختلاس هایی که پرونده هاشی که میاد بیرون، این بخش، این حکومت وقیح شدن، گستاخ شدن، از نمایش ثروت خودشون در چشم مردم کردن، از تجاوز به ناموس مردم، از اختلاس
دیگه بیرودرواسی انجام میدن. این اتفاقا همون حرفی که خیلی از حکومتی ها میزنن، میگن به علت اضمحلال این حکومت خواهد شد، یعنی به جایی که میرسه که هر همه حکومت ها به اونجایی که میرسن از نظر اخلاقی دیگه مرزها رو پشت سر میذارن، گور خودشونو میکنه، یعنی دیگه داره فرو میپاشه، حتی تو پایه اجتماعی خودش هم داره میریزه، پایه ایدئولوژیک، اونایی که 10% که ممکنه بهش اعتقاد داشته باشن، بر اساس دزدی، بر اساس فساد، بر اساس همین پول دوزی، پول مدد میخوام مال اندوزی که خودشون میگن فیشای حقوقی، پولایی که به جیب میزنن، پولایی که میدوزن، این اتفاقا نشانه بسیار مهمی از وضعیت حکومت و وضعیت جامعه است. این داستان سعید طوسی، این قاری به اصطلاح مهمش به اعتقاد من اینجاست. نکته رو شما فرمودید در مورد دوستان جمهوری اسلامی، حالا بگذاریم از شیعیان و بگذاریم از لبنان و غیره و اینها، از بین کشورها با کره شمالی خیلی دوست هستند و به همین طور. و یک نکته ای که یکی از مسافرین که از ایران آمده بود و موقعی که با هم صحبت میکردیم برخورد کرد با یک جنسی که مال چین بود، گفت چقدر چیز خوبیه تو آمریکا جنس چینی، توی ایران هر جنسی که از چین میاد جزو چیپترین و جزو پیش و پا افتاده ترین اجناسی است که میاد و حتی در داخل ایران اجناس رو خیلی بهتر میسازن، اما مرتب دارن از چین جنس میارن و یعنی واقعا چینی ها از این پول هایی رو که جمهوری اسلامی داره سوء استفاده میکنن که بدترین نوع جنسشون رو به ایران صادر کنن، در صورتی که در همین آمریکا که ما میبینیم گاهی اوقات یک کت و شلوار میخرین و میبینید که مارک معروفی روشه ولی در چین ساخته شده، بسیار دوخت خوبی داره و خیلی استاندارد داره ولی در ایران نه، و البته چینی ها جان ماز دارن صادر میکنن، حتی یه موقع گفتن مهر میارن از چین، مهر کربلا، مهر کربلا رو از چین میارن اونجا. بله، من یه دوستی، یکی از دوستان خود من، خانوادهشون در ایران، دیگه این شوخی نیست، سنگ قبر از چین وارد کرده بودن که جنسش بد بود، که رو قبر که میذاشتن بعد یه هفته دو هفته ترک بخورد میشکست، معلوم بود که خیلی تقلبی اینا، که بعد سفارت چین 70-80% پول اینا رو از اون به صورت فروشنده گرفت داد. ولی نکتهش اینه که واقعش اینه که تفاوت آمریکا با اونجا که تلا خالا تو خود آمریکا هم خیلی اعتراض میکنن اینه که به طور کلی کشورهای غربی به مرور زمان اون بخش از تولیدات خودشون رو که نیروی کار زیادی میبرد، به علت که نیروی کار در اینجا گرانه، آرام آرام انتقال دادن در کشورهای دیگری مثل چین که نیروی کار ارزان بود انجام بدن. در مقابل خودشون بخش عمده به اصطلاح اقتصادشون بر مبنای تکنولوژی‌های پیشرفته تر سوار شد، یعنی اینکه این بخش مثلا نساجی رو که کار زیاد می برد، بخش فولاد رو، اینها رو فرستادن اونجاها با خیال راحت، این بود که در مقابلش در صنعت انفورماتیک، در صنعت ارتباطات، در صنایع پزشکی چی 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 که همه اینا به جاش اینو جایگزین کردن. جمهوری اسلامی اون بخش اولش که انجام داده و مهمتر اینه که شما فکر کنید مثلا میگفتش که وزیر کشاورزی میگفت الان امثال نم چیه رقم عجیب غریبی سیب درختی رو ریختن دور، به اصطلاح کشاورزا ورشکست دارن میشن. چرا؟ چون درست فصل به اصطلاح برداشت محصول و فروششون مافیای سپاهن، همه اینا مافیای سپاهن، سیب ارزان از خارج وارد میکنن. ببینید این بنجلهای چینی رو، تمام آشغالهای چینی رو که خب اکثرش در ایران که میتونن اقتصاد بخوام بسازن تولید کنن، اینا رو این مافیاها میارن، پولای بربادفته، همونایی که با پورشه و مازراتی در تهران ویراج میدن، ثروت رو تو چشم مردم میکنن، همونایی که سنگ قبر و جانماز رو از چین وارد میکنن و اقتصاد کشور ویران ویرانه، که به گفته خودشون 70-80% واحدهای صنعتی تعطیله. اصلا تحریما عامل تسریع کننده داشت، این رو تشدید کرد، ولی عامل ورشکستگی اقتصاد همین مافیاها و بی برنامگی اقتصاده. آقای دایی عزیز، فکر میکنید که اگر در انتخابات آمریکا احتمالاً حزب جمهوری خواه
موفق بشه، آقای ترامپ و سیاست آمریکا روش دیگه ای رو بیاره. در مورد ایران تأثیر گذاره و همینطور در مورد برجام و در مورد توافق اتمی که با جمهوری اسلامی شده. عرض کنم که ببینید یه برداشتی کلن به خصوص در مورد هموطنان ایرانی ما هست که تقسیم میکنن به جمهوری خواه و دموکرات، که گویا جمهوری خواه طرفدار فشار بیشتر به جمهوری اسلامی و برخوردن، برعکس دموکرات ها خواهان نرمش و مماشاتن. این به میزان زیادی درست نیست. لااقل در 37 سال گذشته اگه نگاه بکنیم، سیاست جمهوری خواهان چه خود آقای ریگان که واقعا اهل دخالت در منطقه نبود، بعد از بمبگذاری بیروت ایشون تمام نیروهاشو خارج کرد از اونجا، در رابطه با گروگانهایی هم که داشت در لبنان به جمهوری اسلامی پنهانی اسلحه میداد و باج میداد. آقای جورج بوش پسر واقعا خدمتی که به جمهوری اسلامی کرد که در همکاری با جمهوری اسلامی به عراق حمله کرد که این کشور رو تحویل جمهوری اسلامی داد. من فکر نمی‌کنم هیچ رئیس جمهوری این کار کرده باشه. تازه کی؟ ببینید اینش جالبه، سال 2002 پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی افشا شد، معلوم شد اینا پنهانی دنبال بمب بودن. سال 2002، اوگست 2002، همون موقع آقای بوش داشت تصمیم گرفت به عراق حمله بکنه. ببینید چقدر باید از سیاست در سیاست اشتباه باشه. درسته آقای اوباما واقعا مماشات رو به حد اکثر رسون، ولی تقسیم این که جمهوری خواه ها تندن بهترن نمیدونم دموکرات ها به میزان زیادی درست نیست. این نکته اول. دوم، آقای ترامپ در مورد سیاست خارجی واقعش اینه که من با کسانی که خیلی هم نزدیکم به ایشون صحبت کردم، خود اونا که نزدیکم نمیدونم سیاست ایشون چیه در کل خاورمیانه، حالا بماند که سیاست ایران در رابطه با ایران از تو سیاست کلی خاورمیانه ایشون در میاد و ایشون چیز مشخصی نگفته. جای ما ندیدیم که ایشان نشانی از این باشه که در مورد ایران چه برخوردی میخواد بکنه. اتفاقا خانم کلینتون خب تندتر صحبت کرده، که حرفایی که ایشون میزنه اگه به تندی صحبت ها باشه، خب بله خانم کلینتون تندتر صحبت کرد. این دوتا. سومش این که چه خانم کلینتون باشه چه آقای اوباما، که به نظر میرسه که اگر اتفاقی نیفته خانم کلینتون رئیس جمهور خواهد بود، این که چه سیاستی در مورد با ایران اتخاذ خواهند کرد فقط بستگی به خانم کلینتون یا آقای ترامپ نداره. مجموعه ای از فاکتورها دخالت داره، یکیش بحرانهای تورر تو لایه در لایه خاورمیانه است که دست آمریکا رو به شدت بسته، و یک هم اینه که کلن جامعه آمریکا، جامعه سیاسی و افکار عمومی دیگه خواهان دخالت در منطقه خاورمیانه نیستن، تمایلی ندارن. درجه جنگی که در اتفاق افتاد در 10-15 سال گذشته آمریکا درگیر بود در افغانستان و عراق، این عوامل باعث شده که رئیس جمهور بعدی اینطور نیست که یه بارکی صحنه رو برگردونه، سیاست آقای اوباما رو 180 درجه تغییر بده. من شخصا اعتقاد دارم این احتمال که خانم کلینتون رئیس جمهور بشه بیشتره. سیاست خانم کلینتون از آقای اوباما، مثلا اگه آقای اوباما رو مماشات بگیریم، یعنی من فکر نمی‌کنم توی 37 سال گذشته هیچ کسی به اندازه ایشون نسبت به جمهوری اسلامی مماشات و دوستی نکرده. اگه بگیریم این ور طیف هم واقعا برخورد خیلی جدی بگیریم، خانم کلینتون مقداری از آقای اوباما فاصله داره، بهتره. حرفایی که ایشون زده، یه سندی که ویکیلیکس دیدم چند روز پیش منتشر کرده بود، سخنرانی ایشون در سال 2003 خانم کلینتون بود برای جمعی در نیویورک، که تو همین ایمیلایی بود که منتشر شده بود، موقعی بود که حسن روحانی به نیویورک اومده بود، آقای اوباما تلفنی باهاش صحبت کرده بود، خیلی ذوق زده که دیگه همه چی درست شد. خانم کلینتون گفته بود که من بهشون هشدار دادم که آقا انقدر توهم در مورد جمهوری اسلامی نداشته باش، این که حسن روحانی رئیس جمهور شده حسن روحانی کاره نیست، اینو ولی فقیه و سپاه پاسداران خواسته، اینو اووردن به خاطر که تحریما کمرشون شکسته، میخوان سازش هسته‌ای بکنن، ولی با اووردن روحانی میخوان حداکثر امتیاز رو بگیرن و حداقل عقب نشینی رو بکنن. گول اینها رو نباید بخورید، میان رو اینها چیه؟ خب این نشون میده که لااقل در این قسمت برداشت بهتری از آقای اوباما هست. بنابراین من فکر کنم هر کسی بیاد دورتر از آقای اوباماست. یه چیز نگران کننده صحبت‌های آقای ترامپ در مورد دوستی و نزدیکی به روسیه، روسیه متحد جمهوری اسلامی. ببینید ما وقتی صحبت از رابطه سیاسی میکنیم با جمهوری اسلامی چه خواهند کرد، یه سری شاخص داره. شاخص اول سوریه است. رئیس جمهور بعدی در مورد سوریه چه خواهد کرد؟
چون سوریه الان حیات خلوت جمهوری اسلامی، شما نمیتونید بگید من میخوام با جمهوری اسلامی مخالفت کنم ولی سوریه مال جمهوری اسلامی. آقای ترامپ صراحتا گفته ما باید به بشار اسد دوست بشیم، باید بشار اسد بمونه، دیگه صریح تر از این نمیتونست ایشون بگه. یکی هم مسئله اتحاد جمهوری اسلامی با روسیه است. آقای ترامپ طرفدار نزدیکی بیشتر به روسیه است، مرتب حمایت میکنه. اینها بسیار به اعتقاد من نگران کننده است. البته چیزی نمونده، 12-13 روز بیشتر به انتخابات نمونده، میتونیم منتظر باشیم ببینیم که رئیس جمهور بعدی چه کسی خواهد بود. بله، باید منتظر باشیم. به هر حال اونطوری که شما فرمودین، مثل اینکه آقای ترامپ چون به پوتین نزدیکتره و بیشتر دوسته و پوتین هم که جزو دوستان صمیمی جمهوری اسلامیه، درست برخلاف تصور بسیاری از ایرانیان که فکر میکنن اگر ترامپ بیاد سر کار احتمالاً وقایعی در ایران رخ میده و تغییری در سیاست میشه، شاید هم اونطور نباشه. به هر حال ببینیم، یادمون باشه آقای دایی عزیز، هممون که این انتخابات آمریکاست، انتخابات ما نیست و آمریکا هم دنبال سیاست و منافع خودشه و قرار نیست که احتمالاً کسانی که انتخاب میشن در مورد ایران تجدید نظری بکنن یا کاری انجام بدن. و تمام مطالبی هم که ببخشید میگم که در مورد حقوق بشر و اینها عنوان میشه، گاهی اوقات آنچنان سیاسی میشه که ما فکر میکنیم که دولت‌های غربی از نظر حقوق بشر نگران ما هستند و نگران خیلی ها هستند، اینطور هم نیست، برای اینکه همین ها از کشورهایی حمایت میکنن که به مراتب حقوق بشر درش بدتر انجام میشه تا ایران. بنابراین این انتخابات انتخابات آمریکاست. ما باید نگاه بکنیم ببینیم که در مورد ایران ما چه کار میتونیم بکنیم. کاملا درسته. بله، من یه نکته هم اضافه بکنم. اولا خب خود آقای ترامپ که تجربه سیاسی به خصوص در سیاست خارجی که اصلا نداره، بله، و ما نمیتونیم قضاوت بکنیم از سخنان تند و چیز هم که نمیشه کرد، ولی دو بخش هست. یه وقت ما داریم صحبت میکنیم به طور کلی که سیاست آقای اوباما چی تأثیر در رابطه با ایران داره. خب به خصوص هموطنانی که تو ایرانن، ممکن این سوال براتون مطرح باشه که کدام رئیس جمهور میتونه در برخورد با جمهوری اسلامی جدی تر باشه. ما خانه جنگ نیستیم، هموطنان ما هم نیستن، مماشات نکنه، طرفدار مردم باشه مثلا تا یه میزانی البته، یا سیاستهایی اتخاذ بکنه که به هر صورت به نفع مردم بیشتر باشه تا به نفع حکومت. خب یه سوال جدی میشه کرد. ولی هموطنانی هم که در اینجا هستن، حتی هموطنانی که خارج از اینجا، ببینید یه نکته دیگه هم هست. رئیس جمهور فقط سیاستش در رابطه با خاورمیانه و ایران که نیست که. بله. رئیس جمهوری که میاد میشه بزرگتر، یعنی قدرتمندترین فرد جهان، میشه رئیس جمهور آمریکا. این تأثیر میذاره برای کل دنیا. در اروپا یک جریان دست راستیه، افراطی، ضد مهاجره، در برخی موارد فاشیستی سال هاست که تقویت شده، به خصوص در سالهای اخیر خیلی قوی تر شده. آقای ترامپ با اینها نزدیکی، کسانی که در آمریکا هستن بخشی از دستراسی های به شدت دستراسی آمریکا که من نزدیک اینها رو برخی رو میشناسم، ضد زنن، ضد مسلمانن، ضد خارجیان. اینها اگه به قدرت برسن بر کل دنیا تاثیر منفی میذارن، چون بالاخره ببینید ما یه پرنسیپ هایی هم باید در زندگی داشته باشیم. ما در آمریکا که زندگی میکنیم، من و شما و 1.5 میلیون ایرانی دیگه و بقیه آمریکایی‌ها که همه مهاجرن، آمریکا یه کشور مهاجره. یه دوستی داریم میگفتش که من 30 چند سال پیش، میگم من وقتی که مهاجرت کردم اومدم، میگم یه خانه خریدم توی ته یک خیابونی بود، 8 خونه بود این دور هم گرد. میگو وقت که من رسیدم، رفتم با همسایه‌ها صحبت کردم، من 2 تا ایتالیاییه، یکی یوگسلاویه، نمیدونم یکی مال چکسلواکیه، یکی مال مکزیکه، اون که کشور آمریکاست. وقتی که شما میاد تو دیر یک نفر که میخواد رئیس جمهور بشه، میگه قاضی فدرال آمریکا. ببینید شما رو آقای کاردان تو فرودگاه بکشنیتون کنار، بگن رنگ پوست، رنگ پوست مشکوکم میشه پروفایل کردن، میشه نجات پرستی. بله. اون مأمور رو میتونن مؤاخذه بکنن. اصلا جرم پروفایل کردن جرمه. وقتی که شما میاد میگید یه قاضی فدرال آمریکا که پدرش مکزیکی بوده،
این صلاحیت قاضی بودن نداره چون مکزیکیه که نیست، پدرش مکزیکیه. این به گفته خود آقای پل رایان رئیس مجلس نمایندگان که جمهوری خواهانه، این مصداق و نمونه کامل نژادپرستیه. این نژادپرستیه. ما به عنوان ایرانی وقتی اینجا هستیم یک مفاهیمی وجود داره دیگه. وقتی یه نفر میخواد رئیس جمهور بشه، مرزهای اخلاقی، مرزهای دموکراسی، پرنسیپ ها رو این زیر پا میگذاره، یکی بعد از دیگری. حالا دروغگویی که دیگه همش رو دروغ میگن، ولی دیگه آقای ترامپ دیگه روزی 6 تا دروغ میگه مثلا. اینها برای ما ایرانی ها باید ارزش باشه. ما نمیتونیم بخصوص ماهایی که تو خارج هستیم بگیم اینا مهمی برای ما. خب ایرانی هم دارن به ما نگاه میکنن، میگه خب با حکومت چرا مشکلی داری اگه دروغگویی مسئله نیست، اگه مسئله جنسی مسئله نیست، میدونی؟ بنابراین من میگم ما ایرانی هایی که اینجا هستیم یه سری مصادیق برای ما مطرحه. رابطه مسئله زنان بالاخره مسئله جدیه، دموکراسی جدیه. این چیزا یه نگاه به دوروبری های حرفایی که آقای ترامپ میزنه و دوروبری هایی که هستن. من این مؤسسه برایتبارد، نشریه برایتبارد که دست راستیه، یه سری از مقالات منو چند بار چاپ کرد. باور بکنید خود من قبل از این داستانا، چون میدونید الان رئیس این برایتبارد، مجله برایتبارد که دست راستی فاشیستیه، این رئیس این مجله شده مدیر کمپین انتخاباتی آقای استیو بنن، کمپین انتخاباتی آقای ترامپ و همه اون تو هن. الان من یادمه که وقتی بدون اجازه من یه سری مطالب که من همون موقع یه سری از جمهوری خواهان خود آمریکا به من گفتن آقا این نظر تو این مجله چاپ بکنه. حالا همون حرفا رو که تو برایت بارد میزدن باعث شرمساری خود جمهوری خواه بود، آقای ترامپ میاد میگه. بنابراین من میگم سوای سیاست خارجی که خب بالا پایین میره، سیاست درسته میتونیم بحث بکنیم، یه چیزای پرنسیپای ما ایرانی ها باید بهش بالاخره اعتقاد داشته باشیم. نمیتونیم بگیم مهم نیستش که. آخه حرفی که اگه آقای ترامپ میزنه اگه اجرا بکنه، پدر مادر و خاله و برادر تمام ایرانی ها دیگه نمیتونن بیان. میگه آخه به عنوان میگه 1.5 میلیارد مسلمان اینا رو باید ممنوع بکنیم. حالا یه سری هموطنانم انقدر ضد دین شدن دیگه هورا میکشن که نمیدونن این ضد قانون اساسی آمریکا، قابل اجرا نیست. بله. بله اصلا شخص... یکی از خواص آمریکا و دموکراسی این بود که کسی حق نداشت از من بپرسه که دین چیه. و بله؟ و حالا اینجا مسئله مسلمان بودن رو این آقای ترامپ سخت مطرح میکنه. ما فقط 4 دقیقه دیگه وقت داریم. یه سوالی که من نوشته بودم که میخواستم از شما سوال کنم در مورد روابط ایران و ترکیه بود. این ترکیه این روزها اینقدر علامت سوال جلوش هست که من یکی واقعا نمیدونم این ترکیه داره، این حکومت ترکیه واقعا داره در عراق چه کار میکنه، در سوریه چه کار میکنه. و در خبرها آمده بود که امروز سفیر ترکیه در ایران اظهار تأسف کرده که تعداد گردشگرانی که به ترکیه میرن بسیار کم شدن و جایی که درش کودتا شده، جایی که در شهرهاش بمب گذاشتن، خب معلومه توریست نمیره. اما واقعا ترکیه داره چیکار میکنه؟ بله، عرض کنم که الان در خاورمیانه خیلی جالبه و اونم اینه که این اتحادها، دوری و نزدیکهای کشورها به هم دیگه، حتی کارشناسا رو هم گیج کرده. مثلا الان حتما شنیدید که بین عربستان با مصر اختلاف شدیدی افتاده. بله. بین عربستان و مصر، ترکیه با عربستان یه جاهایی مسئله داره، با خود عربستان مسئله داره، سر یه جاهایی به هم نزدیکن. الان ترکیه وارد عراق شده، با دولت عراق مسئله داره، با جمهوری اسلامی مشکل جدی داره، میخواد مرز بکشه، دوست نداره جمهوری اسلامی مناطق کردنشین بیاد جلو. در سوریه خواهان سقوط بشار اسد، از اون طرف از داعش میترسه. یعنی انقدر این معادلات به هم گیر خورده. ولی یه چیز مهم اینه که ترکیه به عنوان یک کشوری که سکولار بود، هنوز هم به اعتقاد من به میزان زیادی هنوز مونده، یعنی در حقیقت اردوغان به طرف اسلامی شدن زیاد نرفته، داره دکان اسلام یه جاهایی باز کرده، به طرف پوتینی شدن میره، یعنی گرفتن قدرت. اینجا نیست که شریعت رو بیاد به زور بکنه یا اسلامی ها رو در ترکیه تقویت بکنه، نه، حتی اسلامی هایی که مخالفش باشن هم میگیره.
30,000 میخوندم که چقدر سیاست مدارای ترکیه در آلمان تقاضای پناهندگی کردن. یک، به سمت دیکتاتوری داره میره، سیاست خارجی اشتباهات فوق‌العاده‌ای کرده، از نظر اقتصادی نیاز داره به رابطه با روسیه و با جمهوری اسلامی، از نظر استراتژیک و امنیتی تهدید جمهوری اسلامی رو حفظ میکنه، در سوریه تهدید حس میکنه، در عراق مسئله حس میکنه، از طرف دوست نداره کردها تقویت بشن، اگه بخواد با کردها در بیفته اون مناطق کردنشین رو داعش میگیره، داعش باش مسئله داره. بنابراین به اعتقاد من پاسخ جدیش اینه که ترکیه به علت اشتباهات شخص اردوغان وارد درگیری های ناخواسته شده، ولی چالش های متعددی هم داره سوای اشتباهاتی که خودش کرده. در کل خاورمیانه این بحران های لایه تمام کشورها رو در هم گرفتن. خیلی از کشورها اونا که سیاست عاقلانه مثل اردن، حتی مصر سعی میکنن زیاد دخالت نکنن در این بحران ها. ترکیه به میزان دخالت زیاد کرده از یه حدی، ولی اون کشوری که بیش از همه در این بحران ها داره روز روز بیشتر دخالت میکنه میره جلو، جمهوری اسلامیه. از لبنان گرفته تا یمن، دیگه یمن به گفته خودشون بیدنده و ترمز داره موشک میده و میره جلو. بنابراین این چیزایی که ما در مورد ترکیه میبینیم، اشتباهاتی که داره بها میده، خیلی چیزاش برای اینکه علنیه بحث میکنن. بالاخره هنوز یه سری آزادی های مونده، مخالفانش میتونن بگن، ما میتونیم صحبت کنیم. در مورد جمهوری اسلامی کسی بحث نمیکنه. قاسم سلیمانی سردار عارف جمهوری اسلامی هم رفته توی سوریه داره با داعش میجنگه و سلام. در صورتی که واقعش نه، جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از ترکیه، از لبنان گرفته شما بگیرید تا خود افغانستان الان دخالت داره میکنه، دخالت نظامی داره، چوبش رو 100 برابر ترکیه خواهد خورد. تازه توان اقتصادی و استراتژیک ترکیه بسیار بیشتر از جمهوری اسلامی، یعنی ضربات که خواهد خورد و میخوره رو جذب خواهد کرد. جمهوری اسلامی قدرت جذب این ضربات رو هم نداره به اعتماد من. ممنونم از لطف و محبتتون آقای دایی عزیز، و متاسفانه زمان برنامه ما به انتها رسید. تشکر ویژه‌ای دارم از شما که در برنامه شرکت میکنید، و امیدوارم که همه ما به حرف گوش بکنیم، همه ما ضمن علاقه به میهن عزیزمون آرزو بکنیم که میهنی داشته باشیم، سکولار میهنی داشته باشیم که همه طبقات، همه مردم بتونن از مزایای این کشور ثروتمند و مردم با استعداد استفاده بکنن. با تشکر مجددا از آقای دایی خواهش میکنم، و با تشکر از اتاق کنترل آقای بهروز مشکیار، و با تشکر از شما که به برنامه های تلویزیون اندیشه توجه میکنید. شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم.